بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ارحم الراحمین هست، به نام خدایی که پروردگار جهانیان است. عرض سلام و احترام خدمت یک یک شما خانواده های عزیز، شما مادرهای عزیزی که در جمع خانواده ایتان همیشه و همیشه به حیا و عفت و پاکدامنی خودت بسیار بسیار حساس هستی. یک سلام گرم تقدیم شما پدر عزیز، شما پدر محترمی که همیشه در جمع زندگی و خانواده ایثار از خودگذشتگی و بسیار چیزهای دیگه‌ای که وجود یک پدر را در زندگی میرسانه را داری. امروز سلام‌های گرم خود را تقدیم می‌کنیم به یک یک شما خانواده‌های عزیز، شما پدرها و مادرهای عزیز و مهربانی که همیشه به فکر خودسازی خودتان هستین، به فکر ازی هستین که مهمترین هدف زندگی انسان همی خودسازی و خودشناسی است. ما هم امروز برنامه روشنا را تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم و می‌فهمم که حتما شما عزیزان در انتظار این هستین که امروز ما با چه موضوع و با چه برنامه‌ای همراه شما عزیزان خواهیم بود. بله، اما خدمت شما خواهران عزیز ما عرض کنیم که ما از هفته قبل موضوعی رو با خواهر خوم خانم حسنات شروع کردیم و امروز هم در رابطه با صفات حیا و عفت در حوزه خودسازی و خودشناسی در بانوان صحبت‌ها و گفتگوهایی داریم. امیدوار هستیم که همه شما خانواده‌های عزیز و خصوص شما خواهران محترم امروز بیننده برنامه روشنا باشین و ببینین که چه صحبت‌هایی را در زمینه حیا و عفت و پاکدامنی با شما عزیزان خواهیم داشت. خانم حسنات هم در استودیو آمدن، میخواییم دعوتشون کنیم به جایگاه و شما هم یک وقفه ببینین و همچنان همراه ما باشین. برای عدالت مینویسم، نوشته میکنم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کنند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لب ها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچم های رنگارنگ تصویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد،
در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنیم. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد زنند. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. بله عزیزان بیننده، شما از روز شنبه ساعت 1 به وقت کابل میشه فکر میکنم، بله شما عزیزان بیننده برنامه روشنا هستین و از روز شنبه زمان برنامه ما تغییر کرده. یکی این موضوع و یکی این که شما عزیزان میتونین با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی ما همیشه در برنامه‌های خودمون میگیم، میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین، سوالات خودتان را و همچنین انتقادات و پیشنهادات خودتان را با ما در جریان قرار بدین. مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما هست. و اما بله، موضوع اصلی ما وظایف زنان در عصر غیبت هست که به صورت کلی مبحث کلی ما هست و اما زیر مجموعه او و ای که میخواییم بیاییم به شاخه های او بپردازیم صفت حیا و پاکدامنی و عفت در حوزه خودسازی در زنان محترم هموطنهای عزیز ما و همه زنانی که در هر جایی که هستن و بیننده برنامه خودشان روشنا هستن. خب زیاد فرصت نداریم و میخواییم خانم حسنات عزیز در این مورد بسیار صحبت و گفتگوی خوبی دارن که تقدیم شما میکنن. سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید بگیم خدمتشون. علیک السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستهین انهو خیر الناصر و معین. منم سلام تقدیم میکنم حضور شما خواهر گرامی سرکار خانم زهوری و همه زنان هموطن و هم زبان و هم دل و هم فکر ما و زنان عالم که در عصر انتظار در انتظار مهدی موعود عجل الله و تعالی فرجه و شریف هستن. بسیار خوب، ما یک مرور گذرا داریم راجع به این که زنان در عصر غیبت در عصر انتظار چی وظایفی دارن. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم که زنان دو سه وظیفه دارن. یکی اول باید خود بسازن، دوم باید اجتماع را بسازن و در اجتماع اول بچه‌های خود در خانواده بسازن و نسل آینده را برای انتظار و در رکاب مهدی موعود باید تربیت بکنن. بله. امروز میخواییم بپردازیم که خب در حوزه خودسازی که ما باید ایمان و تقوا را قوی بسازیم و باید خود آراسته بکنیم و باید متصف به صفات الهی بسازیم، از جمله چی کارایی است ما باید روش تاکید داشته باشیم، یعنی بله. باید پرورش بدیم، تعالی بدیم. امروز در این مبحث دو صفت عالی متعالی در وجود همه انسان ها زن و مرد و مخصوصا در وجود بانوان باید این رشد ارتقا پیدا بکنه و وجود داشته باشه که عبارت از صفات حیا و عفت است. درست. حیا یعنی چی؟ ما در حوزه خودسازی که اگر بپردازیم که خود عزت مهدی هم تاکید کردن که زنان باید حتما این دو صفت را به خود رشد و تعالی بدن. حیا یعنی شرمساری و خجالت و در مقابل آن وقاحت و بی‌شرمی قرار دارد. خب چرا ما باید حیا داشته باشیم؟ از صفاتی که ما را خدای نکرده برای زائل سوق میده، یک نوع ترس باید در وجود خود داشته باشیم که از این صفات ما فاصله بگیریم. بله. حیا داشته باشیم که از خدا بترسیم. یعنی ترسی که در وجود ما هست، چی ترسایی
ترس از وجود خداوند که ما بادا ما را مؤاخذه کند، چون خداوند به ما دستور داده که شما باید این صفات را داشته باشید، این صفات را نداشته باشید. بله بله. و این حیا وقتی که ما یک ترس به وجود خود را بدیم، اول ترس از خداوند، دوم ترس این که مبادا کسی ما را سرزنش بکند، سوم این که وجدانن خود ما خودمان را باید سرزنش کنیم که اگر حرام بخوانیم، حرام بگوییم، حرام بخوریم، اینا باید بر ما عیاب بیاره. یعنی یک جور ما را یک ترس با وجود ما ایجاد بکنه. بله. که این عمل زشت و قبیح را باید ترک بکنه. پس خجالت و شرمساری در مقابل فعلی که ما را به طرف رضای سوق میده داشته باشی، یا به طرف گناه مثلا، به طرف گناه، بله، غیبت میکنیم باید نکنیم. یعنی حیا ما نمیشه که اگر ما از خوار مومن، یک برادر مومن، اگر عرف در میان بیاریم، حیا باید به ما اجازه نده. بله. که ما عرف اونا را میدان بکنیم، ای بایشانه بر ملابه سازیم. یعنی خداوند با ما دستور داده که غیبت نکنید. چون این غیبت مثلا حرامه. به خاطر چی حرام؟ به خاطر که این وقتی که غیبت یک برادر خوار مومن صورت میگیره، حتما کینه های در دلها با وجود میاد. لذا خداوند هنه حرام کرده، یا حرام خوری، یا در جای حرام رفتن، در مجالس لهو و لعب شرکت کردن، برای زنان مخصوصا. اینا رو میگن باید حیا داشته باشید. خب حیا که داشته باشیم، چی ایجاد میکنه در وجود ما؟ ترس ایجاد میکنه. درست. و این ترس بازدارنده از این عمل قبیح هست. یعنی که شرم و حیا داشته باشیم، شرم و حیا باعث میشه که ما یک دلهوره و یک ترس استراب. و یک استراب داشته باشیم که ما با این کار از خالق خوب خود ما دور میشیم، یاد دور میشیم، یعنی فاصله میگیریم. وقتی به گناه آلوده شدیم، دیگه حیام زیر پا میشه و از بین میره و زائل میشه و چیزی بر انسان نمیمانه. که وقتی حیا نباشه چیزی نیه، چون حیا و ایمان متصلن با هم، رابطه تنگاتنگ دارن. دقیقاً. یعنی اگر ما میبینیم خدای نکرده امروزه زنان زیادی یا بانوان زیادی که در جامعه ما که انشالله وجود نداره، ولی اگر هست، به خاطر از این که حیا از بین رفته، حیا از بین رفته، عملی که مرتکب میشن در جامعه به گناه آلوده میشن، حیا رفته از وجود انسان. و این حیا اگر از بدن کوچ کنه و دور بشه، انسان سوق میده به سوی کارهای نامناسب و بی‌مناسبت. دیگر در مقابل حیا، دو فعل که به هم نزدیک هستند به اصطلاح، و دو صفتی که انسان باید داره، این صفت باشه و متصف با اون باشه، یعنی در مردان هم هست، باید باشه. حتی در کودک هم باشه. وقتی میبینم که کودکان میخواین صحبت بکنن یا چیزی بخواین درخواست بکنن، یک نوع خجالت برایشان مستولی میشه. یعنی میدونن که اگر ما چیز از این بزرگتر بخواییم، سبب شکست ما میشه. داره. کار میشه که به اصطلاح یک حرف منفی ایجاد نکنه، یک برخورد نامناسب در مقابل بزرگان و مادر و پدر و خاله و عمه نباشه که ما درخواست بکنیم. یعنی کودک هنوز فطرتاً حیا داره. وقتی که اینجوری است، بزرگان به بله و بزرگ باید حیا داره. یعنی این حیا ذاتاً در وجود هر انسانی وجود داره، درست است؟ طبیعتاً بستگی داره. بله. که بله. کی بتونه اون را پرورش بده یا کی اونها را بتونه رعایت بکنه. رعایت کنه. بعضی ها هستن که در وجودشان هست ولی رعایت نمی کنن، کم کم اون حیا هم دیگه از وجودشان دور میشه و خدای یعنی نکرده بی حیایی. بله. و چیزای دیگه جای از اون میگیره. این حیا اگر در واقع در وجود انسان نباشه، هر کار انسان در عالم و هر گناهی را مرتکب میشه. بله. که ما باید رشد تعالی خود در حساب حیا و حفت خیلی خیلی بالا ببریم، به بچه های خود، فرزندان خود، دختران خود، که در عرصه‌های اجتماع میرن چگونه رفتار بکنن، چگونه باید باشن رفتار و منششان، حتما باید حیا داشته باشن. و در کنار این حیا، عفت هم هست که انسان ها اما باید مخصوصا بانوان با آن متصف باشن. حیا و عفت اینا در کنار هم هستن. در کنار هم. یعنی حیا باعث عفت میشه؟ حیا خودش یک صفت هست. بله. عفت هم یک صفت هست. درست. خب عفت به چی مانا؟ عفت به معنی پدید آمدن حالتی در نفس است که آدمی را از غلبه شهوت باز می‌دارد. یعنی پاک دامنی. درست. وقتی که حیا بود، پاکدامنی هم داره. یعنی انسانی که شرمساری در خود داشت،
حیا داشت خجالت میکشه که عفتش خدای نخواسته با باد بده. بله. عفت نداشته باشه، پاک دامنه نداشته باشه. عفت در مقابل چی؟ شهوت شکم و شهوت دامن. که زنان عصر غیبت مسلمن باید داره این دو صفت باشن. عفت عبارت است از خودداری از آنچه که حرام است. بله. آنچه خداوند بر ما حرام کرده. ولی در عین حال زیبا هم هست. بانوان اکثریت خدا نکنه یا بعضیا خوششان میاد که به عفت باشن، لذت میبرن. مثال میزنیم، چادر صحیح نداره، حجاب صحیح نداره، پوشش خوب نداره. بله. اون به اصطلاح حکمی که از طرف خداوند توسط ادیان الهی، یعنی همه ادیان الهی حجاب داشتن برای خانم‌ها، اون رو رعایت نکنه، این عفت خدا رو رعایت نکنه، مسلمه که چی؟ به هر گونه که دلش بخواد زندگی میکنه. بله. نه پوشش رعایت میشه، نه حجاب رو خواهد میشه، کدام از اینا برش اهمیت نداره، نه نامحرم، نه محرم، یعنی در مقابل همه میتونه پوشش خود برداره، آرایش کنه. بله. زیباییاش مردان ببینه. لذا اینجا ده که حیا رفت، عفتم از دست میره. دقیقاً. ایمانم از دست میره. که حیا نداشته باشه میتونه هر رقم لباس، هر رقم پوشش، هر رقم هر جا بره. بله. هر چی بخوره، هر چی بگه، مثلا به هر جا بشینه، هم نشینه با خود، برای خود انتخاب بکنه. و این اگر نباشه، یعنی دامن گناهان آزاد میشه در وجود انسان. درست. خدا نکنه اگر ما اینا را رعایت نکنیم، در کل همه انسان ها قواعد و قوانین زندگی انسانی خود از دست میده. بله. لذا حیا که یک نوع شرمساری است و عفت هم پاک دامنی است، این دوتا با هم باعث میشن که چی؟ همیشه خوب بمانن، پاک بمانن. اگر بخواین که عمل قبیح خراب انجام بدن، ایا نمیگذارن انجام بدن، عفت هم او رو باز میداره. بله، بله. یعنی پاک دامنی زیره باعث میشه که فاصله بگیره. درسته که زیباست کار که مثلا حرامه، زیبایه، دلنشینه برایشان. بله. خانم ها از میبرن، لذت میبرن بازی ها که زیبایی هایشان دیگر را ببینن. ولی حیا باعث میشه که نه، نباید اینجوری باشه. عفت هم باعث میشه که خب نه، ما باید پاک دامن عفیف باشیم. لذا اینا میگه خب وقتی که اینا حیا و عفت رابطه مستقیم با هم دارن، دیگه چی در بین اینا تداخل داره که اینا را رشد میده و تعالی میده انسانه، به درجات عالی میرسانه؟ میگن که عقل حکم میکنه که باید حیا داشته باشه. بله. عقل سلیم به انسان دستور میده که تو باید حیا داشته باشی، و در زمین که حیا داری پس چی؟ باید پاکدامن باشی، عفیف باشی، که در جامعه دیگران اون راز که در وجود و گوهر. بله. وجود تو خانم عصر غیبت وجود داره، دیگران نباید ببینن. گفتین عقل سلیم. عقل سلیم. این موضوع یکمک. بله. خاص شد. عقل سلیم یعنی عقل سالم، عقل خوب. یک وقت عقل حکم میکند، بعضیا عقلشان کوچیکه، کم هم که میکاره بکنه چی فرق میکنه؟ همین چیزای ظواهر دنیاوی. بله. تشویقشان میکنن. بله. و میرن به سمت خدای نکرده بیراهه و انعراب. ولی عقل سلیم باورهای خوب به ما آموزش میده. دقیقاً. که در رای منش و رفتار خود باید در همه عرصه‌های اجتماع و خانواده یک زن مؤمن و متدین حیا داشته باشه و خفیف باشه. دیگر چی؟ در بین این سه صفت باید ایمانم باشه. دقیقاً. ایمان عرفی اول میزنه. بله. که وقتی ایمان قوی بود، انسان حیام داره، عفتم داره و عقلش هم سالمه. بله. خب بعد از یک میان برنامه بپردازیم به این که ایمان چه قسم باشه و چگونه باشه. حتما در این مباحث ها صحبت های دارن برای ما. بسیار عالی. از آن میان برنامه آماده نشر است تقدیم حضورتان و همچنان همراه ما باشید. چشم امید همگی ما شفاعت حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در جوانی هر کس آرزوی زندگی را دارد. هر کس از عمر زهرا زیاد نگذشته بود، 18 سال گذشته بود.
18 ساله دیگه در امو اوائل دوران جوانی هم. این از خانه پی حضرت زهرا نقل شده، میگه که یک روزی مادر ما آمد و امام حسن میگه مادر ما آمد و آب تهیه کرد ما را غسل داد، او کالاهای تمیزم به سر به جان ما پوشان، موهای ما را شانه کرد، چشمان ما را هم سرمه کرد و خودشم غسل کرد، کالای پاک را پوشید، صدا زد بچه های امروز بریم یک جایی. گفتیم باشد مادر. میگم ما را برد بالای قبر پیغمبر جدیم، راز و نیازی با پدر شروع شد توسط حضرت زهرا، گریه کرد ما هم گریه کرده، یک وقت صدا زد بچه ها من پیش حساب میشیم، شما پشت سر ما رو بروی قبله، زهرا یک حاجتی داره شما آمین بگیم. گفتم مادر خوب، ما آرزوی ماهی بود، توقعی ماهی بود، مادر آمده قبل پیغمبر قبل پدرش از خدا شفای خودش رو میخواید. یک وقت دیدم ما آمین میگفتیم، زهرا دعا میکرد، آمین میگفتیم، زهرا دعا میکرد، صدا زد بچه این دعایی که میکنیم بلندتر آمین بگوییم. این باشد مادر، صدا زد خدا به حق علمی قبل مرگ زهرا رو برسان، دیگه زهرا تاب و طاقت و تحمل زندگی در این دنیا رو ندارد، زینب کم بود، این مصیبت ها دیگه کم بود که حالا دوباره تو هم مرگ خود را از خدا میخواییم. بله، جا داره که ایام مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم به شما عزیزان تسلیت عرض کنیم، و اما بگوییم که این بانوی بزرگوار هم جزء کاملترین الگوی ما و شما هست، چه علاز عفت، چه علاز حیا و چه علاز پاکدامنی، میتونه بهترین نمونه و الگوی باشه برای ما و شما عزیزان. بله، به خاطر از این که فاطمه زهرا زندگی از او را همه ما و شما مطالعه داریم و می‌فهمیم که چقدر زیبا زندگی کردن و چگونه با حجاب، با حیا و با عفت و پاکدامنی خودشان الگوی برای همه زنان جامعه ما و شما هستند و بودند. و می‌پردازیم باز هم به ادامه مباحث در رابطه با صفات حیا و عفت و پاکدامنی و رسیدیم به این موضوع که ایمان، بله، کسی که ایمان داشته باشه و کسی که ایمانش به خدای بزرگ کامل باشه میتونه حیا داشته باشه، میتونه تقوا داشته باشه، میتونه عفت و پاکدامنی هم داشته باشه. خب خانم حسنات عزیز، قبل از اینکه ما میان برنامه رو ببینیم به این موضوع رسیدیم که ایمان میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. کسی که ایمان داره حیا داره، کسی که ایمان داره عفت و پاکدامنی داره، درست است؟ بله، میگن که از حیات و روایات و گفتار معصومین علیه السلام مشخص میشه که این فضایل انسان را اگر مراد بکنن در سیر الله یاری میکنن. یعنی اگر کسی بخواید در سیر الله بره و یک راهی را بپیمایه که به کمالات انسانی و اسلامی خود برسه، این دو صفت را باید دارا باشه. خب حیات میگن که این حیا در کل به اصطلاح و این عفت، اگر چی به اصطلاح رابطه تنگاتنگ با هم دارن و هرچی ایمان قوی تر باشه اینا قوی تر میشن. ما در اصحاب شرم و حیا میتونیم که اینا رو به دستای مختلف تقسیم بکنیم، درسته؟ یعنی حیای ایمانی و حیای نفسانی. در حیای نفسانی زن و مرد که بله همه را شامل میشه، درست. نفس خدا باید پاک بسازن و اگر خدای نخواسته این به جنسیت وابستگی داره، یعنی بیشتر مورد زنان میگن متوجه میشن. در حیای نفسانی که به جنسیت وابسته هست، زمان میگه کمرنگ میشه، خدای نکرده که اون به زنان اگر کمرنگ بشه منجر به خود آرایی، جلوگری، تبرج و در میان جامعه به فساد و بله به کفایتی به مدیریتی تبدیل میشه. بله. که اگر خدای نخواسته این کمرنگ بشه،
و زنم از عقل خود استفاده نکنه و ایمانم که نداشته باشه، درست. یعنی جامعه پر حرج و مرج میشه. بله. پس چی باید که انسان اول ایمان خود قوی بسازه، بردبار باشه، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به ادیان الهی، ایمان به قرآن، به کتب آسمانی داشته باشه، که وقتی که ایمان به این ها داشت، بله، مسلمه که خود فضائل انسانی بیشتر میشه، یعنی او رو بالا میبره. درست. در ایمان، در حیای ایمانی اگر توجه بکنیم که ایمان وقتی قوی شد، میگن این حیا و عفت هم قوی تر شده می. ولی اگر کم رنگ شد در جنسیت که بیشتر مربوط به خانما میشه، بله، که خدا نکنه اگر این مربوط به خانما شد، دیگه میبینیم که امروز روز در جامعه، بله، نه حیا هست و نه عفت هست در تمام عالم. دقیقاً. این واقعا حسر گذاشته که تمام خودباوری و خودسازی زنان از دستشان رفتن، رجوع کردن به تبرج، به نشان دادن، بله، به جلوگری، که این باعث میشه، بله دیگه، یعنی این چی برای زن باقی نمانه، اما چیزش، یعنی اون دوره که در وجودش هست از دست بره و همه آشنا بشن. دقیقا قسم زندگی میکنن که میگن ما هر رقم که خوش داریم زندگی میکنیم، ما آزاد هستیم و نحوه زندگی ما، نحوه پوشش ما، نحوه رفتار ما، حالا درست است یک زن هستم ولی هر رقم که خودم خوش دارم با همون سب زندگی میکنم. بسیار عالی. یعنی اگر رعایت نکنن، ما درود میفرستیم بر روح و روان عزت زهرا سلام الله علیها، دختر باهیا و پاکدامن و عفیف متدین و الگوی زنان عالم و بشریت، عزت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که ما حیا و حفت از دختر پیامبر خود میگیریم. بله. یعنی زنان بیشتی همه با حیا و با حفت بودن، حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت آسیه سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها. بله. که اینا بر ما یک الگو بودن که هم ایمان داشتن، هم عقل سلیم داشتن و هم به اصطلاح از جمله اون صفاتی که باید در وجود انسان باشه، حیا و عفت داشتن. دست. ما باید از اونا یاد بگیریم که اونا چگونه با مردان و در جامعه برخورد داشتن. حالا اون زمان اینا همه هلایی زندگی داشتن، زندگی خوب و مناسب داشتن. چرا؟ که به خانهایشان خانه های وحی بود. بله. ارتباط خوب با خداوند داشتن. دقیقا. ایام رحلت این بانوی دو عالم است، ما باید از اونا الگو بگیریم، چون در این مقوله زیاد تاکید شده که از حضرت زهرا سلام الله علیها باید الگو گرفته بشه. درست. اونا چگونه بودن، ما باید چگونه بشه. بله. اونا چه قسم زندگی کردن، خب، چگونه بودن در اون زمان که اینا رفتار و منش عالی داشتن، قابل تایید، ما باید اصلا داشته باشیم. با این همه ماشاءالله علم و تکنولوژی و رفاه و آسایش و امکانات، ما باید بگیم خب او دختر پیغمبر گندم آسیاب میکرد و نان و غذا تهیه میکرد. امروز روز ما نان آماده میگیریم از بازار و میارم داخل سفره های خود میگذاریم. بله. فقط رفاهیات و آسایش امکانات بسیار زیاد است. فقط یک نفر باشه لقمه رو به دهان ما بگذاره، کمی کم مانده. بله. دیگه همه فراهم است. درست. خب وقتی که این همه فراهم است، باید ما چگونه باشیم؟ مقابلمون آسایش حمد خدا رو باید بجا کنیم. باید ما فوق‌العاده زندگی الهی داشته باشیم که وقت خداوند این نعمت‌ها رو بر ما فراهم کرده و ما نتونیم دستوراتش اجرا کنیم. بله. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند که خب در عصر انتظار که زنان باید این صفات را داشته باشد، همه زنان باید منتظر باشند. همه زنان منتظر باشند که یک منجی حتما ظهور میکنه. بله. و این همه رنج و مشقت انسانار جبران میکنه و ساماندهی میده. باز امام صادق علیه السلام در کلام زیبای خود فرمودن که وقتی که شما منتظرین چی؟ یعنی چگونه زندگی داشته باشین؟ درست. باید تقوا داشته باشید، همین مراحل داشته باشید، همین چیزایی که گفتیم. بله. یعنی یک زنی که میتونه منتظر باشه یا منتظر بوده امام زمان باشه، این صفات را باید ایمانش داشته باشه، کامل باشه. بله. تقوا داشته باشه و حیا و حفت داشته باشه. و در ضمن که تقوا داشته باشد، انتظار به سلام داشته باشد، در ضمن تقوا و ایمان قوی، این صفات را باید به خصوصا رعایت بکنه. خانم حسنات، امکانش هست مثلا یک نفر بگه که
من بسیار منتظر هستم، من بسیار در انتظار ظهور امام زمان هستم. شاید سالم که ظهور برسد در رکاب آقا باشم. آه بله. بسیار علاقه داره، ولی خب در عین حال با توجه به محیطی که وجود داره، در شرایط محیط امروزه که قرار میگیره، مثلا اون حجاب در جو اون قرار میگیره، فزور میگیره، اونا را نداشته باشه چطور میشه باز؟ بله، این صفات اگر نداشته باشه از جمله منتظران واقعی نیست. چون مصلح خود باید صالح باشه. تو یک مادر وقتی فرزند تربیت میکنی خودت باید خوب باشی. وقتی که تو نماز نمیخونی دختر خودا میزنی و میکنی و از خواب بلند میکنی، بچه خودا بلند شو نماز بخوان، بابا جان او دفتن به شما میگه که تو نماز خواندی که من نماز بخوانم. با دختر میگی باید حجاب داشته باشی، باید رعایت کنی، میگه مادر تو داری که من داشته باشم. یعنی اول باید مادران داشته باشن، اول باید زنان داشته باشن تا بله. فرزندان آینده از ما یاد بگیرن. متوجه شدن که وقت مادران در خانه نماز میخوانن، دخترانشان، اولادای کوچیکشان، نماغایشان، نماسایشان پالوشن استاد میشن، پالوشن استاد میشن. اوی چی الگوگیریه دیگه. یعنی مادر و پدر وقتی که حتی میگن که پدران اکثر وقت اگه میرن مسجد نرن، مادران هم اینجور باشن کنار اولادای خود، با اولادای خودم نماز و کارهای خوب یاد بدن. بله. که اونا ببینن نماز خواندن برایشان واجبه. بالاخره هر انسان باید عبادت خدا رو با جا بیاره، باید متقی باشه، باید یاد خدا رو بکنه و در ضمن از خدا از نعمتاش تشکری بکنه. این هم میگن با بچه‌ها یاد بدن. که هر نعمتی که وارد خانه شما میشه، وارد سفره شما میشه، امکانات شما فراهم میشه، با بچه‌ها یاد بدن، بگو خدایا شکرت، الحمدلله ما امنیت داریم، الحمد خدای با بقیه مردم جهانم امنیت بده. ما امکانات داریم، خدای با بقیه مردم جهانم امکانات بده. دعا کردن، دعا آموزش کردن. یعنی هر اخلاقی که در وجود زنان است قیبته باید عالی باشه، انسانی و دینی باشه، بودن با بچه های خود منتقل بده. پس امام صادق علیه السلام که تاکید کردن یک منتظر واقعی باید تقوا داشته باشی، چین یا عفت داشته باشه، ایمان داشته باشه، حیای خدا باید از سرخ دور نکنه، به سلام اون پاک دامنی که در وجود یک زن موجود است او را باید حتما حفظ کنه. بله. ما یک حدیث دیگم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، رهنمای بشر، ستارگان آسمان و این پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما داریم که میگن که محبوب ترین نوع عفت، عفت شکم و دامن است. ای زنان، زن شایسته است که خود را از دید بیگانگان دور نگاه دارد. یعنی اون زیورالاتی که اون درخشندگی که در بین بازارها هست که هر روز ما مثال میزنیم، چون دل ما و شما درد میکنه که زنان رعایت نمیکنن در بین بازار، دختران جوان بشان میگم که رعایت کنین، خود مسئولین هم یک نوع تقصیر دارن. یعنی وقت در ادارات هستن خانما، در آموزش و پرورش، در مکتبا، در صنفا، در کلاسا، در امجا، یک تاکید اخلاقی و ادیانی و دینی هم در بین خانما باید داشته باشن. بله. که بر علاوه ز کیمیایی برای تدریس، برای کار، بله، برای کارهای اجرایی، کارهای اداری، عفت و حجاب خودم افس کن، پوشیدگی خودم افس کن. یعنی مسئولان باید تذکر بدن، شاید جوانان ندونن، شاید بله، دختران بله. نفهمن. اصلا چه خوب است که در داخل مکتبای ما یک درس تحت عنوان پوشش و حجاب برای زنان داشته باشن. باید داشته باشن. از همون طفولیت دخترای عزیز ما وقتی او را میخوانن بفهمن که مقدمه حجاب چی است، فلسفه حجاب چیست. بله. چرا باید پوشش داشته باشن؟ اینا بر دخترای جوان بسیار میتونه از همون ذهنیتشان، از همون دوران به ذهنشان بمانه تا وقتی که جوان میشن و با افتخار و حجاب و پوشش خودشان حفظ کنن. مگر خداوند رحمت رحم کنه انشالله امو دخترم میتونه که امام زمانی بار بیاره. بله. و رشد بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر زکی اگر روش اثر کرد و عقلم داشت، از طرف مادر و پدرم ارث تدین و اخلاقم داشت، تربیت خانواده هم محصر. بله، محصر. بله. انشالله در صحبت های آتی ما یک برنامه خوبی داریم در قبال از اینکه چگونه اوش اولادای خود ما به این سمت تقویت بکنیم. درست. یعنی حتی فلسفان غربی هم به این عقیده هستن که اگر اولاد خود خودت تربیت بکنی به همون سمت سو گرایش پیدا میکنه. حال مثلا 5 دقیقه فرصت داریم. بسیار خوب. ما این حدیث شریف به پایان برسانیم که فرموده پیامبر گرامی گفتن که عفت شکم و دامن در زن باید وجود داشته باشه.
و این زنان باید از این بیگانه نشن. زیر آرگا خانم خانه از خانه بیرون میره میگن که شیطان او را در معرض دیگران و تماشای دیگران قرار میده. لذا این در فرهنگ سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صفحه 236 وجود داره که میگه زن اگر بیرون میره اما عفت و به اصطلاح پوشش و اجاب خود در رعایت بکنن. ما احادیث زیاد داریم در کلام گاربار پیامبر گرامی روی این مسئله و گفتار خود حضرت زهرا سلام الله علیها بر این مسئله. این نیست که ما اگر در خانه باشیم امروز باید اشاره بشه به این که دختران در خانه هن محصورن، پدران و مادران سخت گرفتن، باقی مانده ولی او دختر ارتباط با بیگانگان داره. چون فضای مجازی است. بله. باید کنترل کنیم. بله. یعنی در اینه که ما تاکید داریم بر دختران خود که در بیرون زیادتر فاصله نگیرن. و خود عزت زهرا سلام الله علیها هم یک سفارش برای ما داره که ای زنان اگر بیرون میرین روز پنج دفعه نرین، چهار دفعه برین. اگر چهار دفعه میرین، چهار دفعه نرین، سه دفعه برین. درست. کارهای خود بر اگر دو دفعه یا یک دفعه مثلا میرین مامور کم کنین. ضرورت خود امر یک جا کنن، یک جا برن انجام بدن. چادر رو به سر شما را باشه، میرین برای یک سبزی خوردن و مثلا پالک و چیزا باش میان خانه، باز دوباره میرین برای دیگه چیز. اینا رو هم برنامه‌ریزی بکنین. و علمای اسلام بر ما تاکید کردن که زنان که بیرون میرن، البته بر همه زنان، بر همه مردان، بر لایزه که حیا و حفت پوشش و یک به اصطلاح اون آراستگی و لباس خوبه که باید زیبنده وجود شما باشه داشته باشین. انگاه این یک تاکید البته من دادم که وقت نمازم سعی کنین یا در خانه باشین یا در بین بازار بودن خود به مسجد برسانیم. بله. یعنی زنان عصر غیبت این صفتم باید داشته باشه. نماز اول وقت خود رعایت بکن که تاکید بروش ده. چون میگم از خواص یاران امام زمان که در رکابش بخیر بله باشن و حضور داشته باشن، یکی که حتما نماز خود به اول وقت میخونه. درست. انشاءالله از این بابا در این مسائل زیاد تاکید داریم. ولی علی علیه السلام فرمودشان که درود خدا بر روح و روانشان فرمودن که عفت و حیا هر مسلمانی باید داشته باشه. بله. اگر در وجود هر مسلمان نباشه دیگر اخلاقیاتشان هم به هم میخوره. این باعث میشه. بله. که بله همیشه هر گناهی که میکنن بهش بتفاوت. بله. باشه. بله. و هر گناهی که مرتکب میشن خودشان، بچه‌هایشان، اولادشان به او توجه نداشته باشن. در خانه که بی حیایی است نظم نیست. نظم نیست، نظم وجود نداره. درست. یعنی اگر حیا باشن نظم وجود داره. بالاخره یک نوصوبت بین اولاد و خانواده و پدر و مادر رد و بدل میشه که ایرم باینده و خیر روشن میکنم که عفت کلام دارن. درست. عفت رفتار دارن، حیای کلام دارن، یعنی کلامشان خوب اظهار میشه که در مقابله که دیگه با احترام، با تمانینه، با آرامش یکی برفه که دیگه گوش میدن، مشکلات هم دیگه خود رفع میکنن، پدر به اولادا توجه دارن، اولادا به پدر و مادر توجه دارن، وقت رعایت میکنن، زمان رعایت میکنن، اقتصاد رعایت میکنن. دقیقا. هیچ وقت اولاد بله. باعث نمیشه که مثلا پدر و مادر همه چیز برشان فراهم بکنم. اولادای هوشیار ما میبینیم که میخواین چیزی بخرن، میگه باش که ببینو آقا جانم، مادرم، بله. بابویم چیز داره که بر ما بتن یا نه. یعنی چی؟ یعنی رعایت میکنه. یک نوع حیای بر روی وجود زنا مستولی میشه که میخواین خواسته های خدا بگن ولی نمیگن. بله. یعنی این از نتایج داشتن حیا. بله. و عفت و پاکدامنی وجود انسان هاست. بسیار خوب، تشکر میکنیم. حتما در هفته های آینده باز هم همچنان در این موارد ها گفتگو خواهیم کرد. تشکر. من شما دعا میکنم که همه به این صفت متصف باشن که از جمله یاران پاک عزت مهدی عجل. بله. الله تعالی. واقعیتش وقتی آدم خوب فکر میکنه میبینه که پس ما میتونیم بسیاری از ریشه هایی که سختی و مشکلات ما در زندگی های خود میبینیم، حالا شاید بسیاری از مسائل های دیگه هم باشه، ولی خب میتونه ریشه در همین بی‌حیایی و ای که انسان حیا و عفت و پاکدامنی در زندگی خانواده و در اجتماع نداشته باشه. یعنی اگر حیا و عفت وقتی نباشه و بی‌حیایی و بی‌عفتی باشه، مسلم است که ما میتونیم بگوییم که در یک جامعه و در یک خانواده از هم پاشیدگی و خدای نکرده
بسیاری از ناکامی‌ها رو ما خواهیم دید. بسیار عالی. که رهایت بشن. بله، زنده باشین. خب تشکر از حضور گرم شما خانواده های عزیز، به خصوص شما خواهران عزیزم که امروز بیننده برنامه خودتان بودین. از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم و آرزومند بهترین لحظات هستیم برای یک یک شما عزیزان. خدا نگهدار. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.